با همکارانم مریم رحمتی در نیویورک و مهسا مرتضوی در تورنتوی کانادا همراه خواهیم شد. اجازه بدید بریم سراغ مریم. مریم، چه 8 روز عجیبی رو ایالات متحده پشت سر گذاشت از ترور جو بایدن، بعدم اون کنگره یا همایش بزرگ جمهوری خواهان و در پایان هفته یک شنبه هم خروج بایدن رو داشتیم از رقابت‌های آمریکایی. بیشتر برای ما بگو که چه میگذره، صبحشون رو آمریکایی‌ها چطور شروع کردن؟ رضا، باید بگم که روز بسیار احساساتی بود برای آمریکایی‌هایی که با خبر کنار رفتن جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واقع روبرو شدند. خیلی از طرفداران حزب دموکرات و مردم آمریکا، چه از حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه، جو بایدن رو یک سیاستمدار بسیار موفق و حرفه‌ای می‌دونند که تمام زندگیش رو در واقع به مردم آمریکا خدمت کرده و حالا هم که داره با سیاست و یا هم این رقابت‌ها خداحافظی می‌کنه، مطمئناً روز بسیار عجیبی بود هم برای مردم آمریکا و هم رهبران جهان و دیگر کسانی که دارن این رقابت ریاست جمهوری رو دنبال می‌کنن. همینطور برای کامالا هریس که به نظر میرسه که نسبتاً خودش رو برای این روز از قبل آماده کرده بود، گرچه که دونالد ترامپ گفته شکست کامالا هریس، حتی از شکست جو بایدن هم آسان‌تر خواهد بود، ولی آخرین نظرسنجی که CNN انجام داده نشون میده که هر دو، کامالا هریس و دونالد ترامپ، در یک سطر برای پیروزی در این رقابت‌ها با هم قرار دارند. و باید بگم که چون انتظار می‌رفت که در صورت کنارگیری بایدن، کامالا هریس یکی از گزینه‌های اصلی برای رقابت با ترامپ باشه، در روز گذشته و همچنین امروز ما حمایت بی‌سابقه حزب دموکرات از ایالت‌های مختلف از جمله فرماندارها و قانونگذاران از کامالا هریس رو داشتیم و کامالا هریس هم داره به شدت تلاش می‌کنه که نامزدی رسمی حزب رو به دست بیاره. بعد از این که بایدن با کنار رفتن از رقابت از او حمایت کرد، معاون رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور سابق باراک اوباما و بیل کلینتون و همچنین وزیر امور خارجه سابق هیلاری کلینتون صحبت کرده و همونطور که تو هم اشاره کردی، در کمتر از یک روز با بیش از 100 رهبر حزبی، قانونگذاران، فرمانداران، رهبران کارگری و رهبران سازمان‌های مدافع و حقوق مدنی هم تماس گرفته و صحبت کرده. با اینکه اوباما هنوز به طور رسمی از کامالا هریس حمایت نکرده، ولی به نظر میرسه که اوباما میخواد روند حزبی پیش بره، اما کلینتون و همچنین هم بیل کلینتون هم خود هیلاری کلینتون حمایت خودشون رو از معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کردن. به هر حال باید بگم همچنین قابل توجه هست که کامالا هریس در 24 ساعت گذشته نزدیک به 50 میلیون دلار برای کمپین خودش کمک مردمی در یافت کرده که این مبلغ بسیار قابل توجه است. به هر حال باید منتظر واکنش‌های بیشتر باشیم. تا دقایقی دیگر قرار هست که کامالا هریس برای اولین بار به عنوان نامزد غیر رسمی حزب دموکرات اولین سخنرانی خودش رو در کاخ سفید داشته باشه. در حضور بسکتبالیستای زن این کار رو قرار انجام بده. مریم، به تورنتوی کانادا بریم، همراه بشیم با مهسا. مهسا، در کانادا، در همسایگی آمریکا، اونجا چه میگذره؟ رسانه ها چه میگند؟ رضا، با اینکه کانادا دومین کشور پهناور جهان هست، اما در بین کشورهای گروه 7 شاید به قدرتمندی دیگر کشورها نباشه و برای همین هم هست که چشمش همواره به همسایه جنوبی هست. شاید بشه گفت که بسیاری از مردم اینجا در کانادا سیاست‌گذاری‌های آمریکا را حتی بیشتر از کانادا دنبال می‌کنن و به همین دلیل هم هست که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌تونه بسیار در کانادا تاثیرگذار باشه. روابط خوبی رو داشتن در 4 سال گذشته کانادا و آمریکا با حضور جو بایدن که رئیس جمهور آرامی بود و کانادا هم روابط خوبی رو باهاش حفظ کرد. برخلاف اون 4 سال گذشته، ترامپ روابط ناآرامی رو با کانادا داشت، به خصوص در مسائل مالی با تعرفه هایی که در نظر گرفته بود برای صادرات کانادا. کانادا 75% از صادراتش به آمریکا هست و به همین دلیل هم بسیار مهمه که ببینید در روابط آینده تجاری این دو کشور چه اتفاقاتی خواهد افتاد. سیاست های ترامپ و همچنین
در رسانه ها اینطور که گفته شده. کاملا هریس هم میتونه اول در واقع آمریکا رو محور قرار بده و در نتیجه کانادا که صادر کننده عمده ای هست به آمریکا رو مشکلات اقتصادی براش به وجود بیاره. و ولی میشه گفت کاملا هریس ارتباط نزدیکتری با کانادا داره، اون 12 سالش که بود برای 5 سال در مونترال کانادا تحصیل کرده، در تماس‌های تلفنی که پیشتر از این داشته با جاستین ترودو همواره تاکید کرده که به کانادا علاقه‌منده. و موضوع بعدی هم بودجه هست که بودجه نظامی کانادا در ناتو هست که حالا 1.37% هست و باید به 2% برسه که این هم میتونه از طرف ترامپ تاکید زیادی روش بشه. ممنونم از هر دوی شما، مهسا مرتضوی همکارم در تورنتو کانادا، مریم رحمتی نیویورک. مرسی.